سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان آبان 98 در این مراسم دادخواهی شرکت کردند. سوران منصورنیا، شما پیامی رو اینجا خوندید، برای بینندگان تلویزیون کانال جدید توضیح بدید این پیام از طرف چه کسانی بود و شما چرا این پیام رو برای مراسم دادخواهی آوردید؟ این پیام از طرف مجموعی از خانواده های آبان ماه بود و کلیت پیام این بود که ما به عنوان خانواده های آبان که در مسیر دادخواهی نوپا هستیم و نیاز داریم که تجربه دادخواهان دیگر، گروه های دادخواه دیگر به ما منتقل بشه، ازشون کمک خواستیم. به عنوان خانواده های آبان که، یعنی مجموعه خانواده آبان که بخش بسیار زیادی از این مجموعه در ایران زندگی میکنن، دستشون کوتاهه و نمیتونن دسترسی داشته باشن به دادگاه های بین المللی، دادگاهی مثل دادگاه بین المللی استکهلم یا دادگاه لاهه، و ما به نوعی به عنوان دادخواهی بزرگترین جنبش سیاسی ایران بعد از انقلاب معتقدیم که آبان متعلق به کل ملت ایران هست و نیاز داریم که تک تک ایرانی های خارج از کشور، خصوصا در این مقطع زمانی که تجربه وکالت دارن، تجربه قضاوت دارن در دادگاه های بین المللی، ما رو یاری بدن که چجوری داکیومنتری انجام بدیم، چجوری داده ها رو دستبندی کنیم که در سالهای آینده اگر پدر یا مادر دادخواهی فوت شد، مدارک موجود باشه که ما دادخواهی رو ادامه بدیم. چقدر محاکمه حمید نوری و اون پروسه دادرسی که طی شد، چقدر روی خانواده های آبان از جمله خود شما تأثیر داشت؟ چقدر امیدوار بودید که سران نظام جمهوری اسلامی و کسانی که دستور شلیک مستقیم به سر و سینه معترضین آبان رو دادن، روزی پای میز محاکمه کشیده بشن؟ همونطور که یه بخشی از پیام به همین دلیل بود، یعنی ما یه بخشی از پیامی که از خانواده های آبان به خانواده های خاوران منتقل شد، این دادگاه حمید نوری بود. واقعا دادگاه حمید نوری زبانه های امید رو در دل ما زنده کرد، در دل ما بهش گر بخشید و ما معتقدیم که همچین تجربه هایی جدا از تجربه آبان نیست. قطعا اونجا در کیفرخواست، در دادگاهی و در دادستانی مسائلی مطرح شده که بسیار مرتبط به جریانات آبان هست، بسیار مرتبط به هواپیمای اوکراینی هست، به جریانات دی 96 هست، و ما نیاز داریم که تمام این اسنادی که تایید شده توسط یک دادگاه بین المللی به ما، به دست ما برسه و ما از این تجربه استفاده کنیم. به عنوان سوال آخر، چقدر همبستگی بین دادخواهان که در طول 14 گذشته عزیزانشون رو از دست دادن در این مقطع زمانی که مردم دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن مهمه؟ ببینید، دادخواهی واقعا به صورت گروهی نمیشه انجام داد. دادخواهی رو، دادخواهی هر جنایت در این 14 مثل یک جویه که نیاز داره به همدیگه پیوند بخوره و تبدیل به یک رود خروشان بشه که آینده روشنتری رو برای ما به ارمغان بیاره. و قطعا کسانی که آزموده مسیر دادخواهی هستن خیلی نقش پررنگی دارن در این مسیر. آقایان مثلا آقای ایرج مصداقی، خانواده های خاوران که تجربه داکیومنتری خیلی خوبی در مورد جنایات دهه 60 و خصوصا سال 67 رو دارن. ما نیازمندیم که واقعا با این خانواده ها در ارتباط باشیم، نه تنها ما، من معتقدم که خانواده های دی 96، خانواده های واقعا اعتراضات سال های 88 و حتی پی اس 752 هواپیمای اوکراینی، نیاز داریم که همه با هم میزه گردهایی داشته باشیم، نشست هایی داشته باشیم و تجارب رو به هم منتقل کنیم. خسته نباشید، میگم به شما با امید پیروزی. امیدواریم.